شما کوچکترین گناهی ندارین. شما گول خوردین. حتی شما اینقدر به فکر حیثیت و آبروی خودتون بودین که حاضر شدین دست به خودکشی بزنین. خب با تمام این احوال شما در پیشنهاد خودتون باقی هستین؟ بله، فقط یه شرط داریم. چه شرطی؟ شرطش اینه که من و شما رسماً زن و شوهر میشیم، ولی هیچ نوع رابطه زناشویی بین ما وجود نخواهد داشت. آخه چرا؟ خواهش میکنم چراشو هیچ وقت از من نپرسی. قبول میکنی؟ الان چند ساله که با این زن زندگی میکنم، ولی به حقیقت حق قسم تا به حال حتی دست این زن رو لمس نکردم. علتش هم این بوده که من همیشه تو رو دوست داشتم و حالا هم حاضرم برای اینکه بیشتر بهت ثابت بشه همین امشب بریم تو اون خونه، به اون پیر مرد و دخترش بگم تو زن رسمی و قانونی من هستی، بهش بگم که من کی هستم. بعد دستتو میگیرم و از این شهر میریم، میریم یه گوشه دنیا و با هم زندگی میکنیم. نه، تو نباید این کارو بکنی. چی؟ نباید این کارو بکنم؟ نه، نه. ها؟ چی؟ آخه چرا؟ چون اگه این راز فاش بشه و مردم بفهمن که تو شوهر من هستی و بچه اونا یه بچه حرام زاده است، دوباره آبرو و حیثیت اون پیرمرد و دخترش تو این شهر میره. تو این مدت که من پیش اونا بودم فهمیدم که اون پیرمرد چقدر به تو علاقه داره. تو عصای دست اون هستی و اگه بفهمه که اصل قضیه چی بوده از غصه دق میکنه. هزار آفرین به معرفت تو. های باقا، تو باید به وجود همچیزانی افتخار کنی. های باقا، من مخالفه. نه نه، باشه باشه، ما این راز رو فاش نمی کنیم. ما میریم تو اون خونه تا ببینیم سرنوشت چی میکنه. حالا شد، حالا شد. خب پس تا دیر